هوای کوی جانان دارم امشب، دل چون لاله گریان دارم امشب. خراغلی درنو هیوادوالو خلی ماښام تاسو ټول بخیر لمن مچ ټول رو ربر جوړ تیار اوسیږي. خلی ماښام پل کړی اوسیږي، ورځ مو په ښکلا سره په خوند سره تیره کړی اوسیږي. نن ماښامنۍ خپرونه کې تاسو له موږ سره اوسیږي. موږ سره په خپرونه کې مېلمانه دي او زه لمن مچ چې د خپرونې تاسو خوند واخلئ. دا سندره مې چې زمزم کړه دا زما ډېره خوښه ده. شیر احمد خراغلی ماښام دې بخیر. ډېره زیاته مننه. څنګه روغ؟ سلامونه نیکې. خیر صد خیر. جوړ تیار بخیر خیر تی ده. سندره مې چې زمزم کړه خوښه ده شوه؟ والله ډېره ښه سندره وه. دا لږ نور هم زمزم کړه. والله ما هم دومره په یاد. ښایسته سندره ده. زما ډېره خوښه شوه. په یو خپرونه کې ما اورېدلې وه او هنرمند زمزم کړې وه. ډېر ښه. همدومره زما په یاد ده. ډېر مې خوښېږي والله. همدا به بیا درته زمزم کړم. مهرباني. دا به تر سویا خمشي ها ګوره دا ډیر سور ده چې دا د سوزایي ها خله مې هم دا وسو بشو والله او ګمه دوستان لږ زره ما ول شي رحمت دا یو شایک راک چې مقصد دغه سونه به باندې غوړ شي ها مېلمانه خورو را زموږ او تاسو مېلمه چې ډیر یو ښه انسان دی او زړه ډیر پاک دی نو ښه شخصیت دی نن له خیر سره موږ سره مېلمه دی لږ ځان روسه موږ سره یو ځای کیږي نو څه شي ورته پخې یو جرمنور ورته تیار کړو چکه چې دا غځه مال مال ولا کې یو جنماز ورته راوړل چې مونږ کې جنماز ورته راوړل مشکل نشته ها نو جرمن رول ما ده جرمن رول ته ما ده کو زیر شیا خوراکي تو کې ما ده کړی دي نور هم رول ما ده کو د سره لګزره ترکاری زیاتېږي وغوخه د اصل په ترکیب د وغوخه نه دی خو زین دوستانو سره کرام پانیم زیاتې چې څو سره پیاز ډیر زیات زیاتې خو خبر دا وی چې وغوخه ډیر وي چیکن جرمن رول موږ ته راو جرمن رول همیشه وخت تاسو په لیدلې چې د سری وښې نه هم تیارې ما تیار کړې او موږ وښتو چې د چیرې وښې نه هم تیار کړو بیا به زمونږ کوم مېلمه چې د سرکړې خواړو علاقه مند دی هغه ته به بیا د نور وښې نه هم تیار کړو ترکارۍ نه هم تیارولی شي ځکه چې دغه سخاري وړه چې په کارول کېږي هغه بیا نو په جرمن رول کې حسابېږي څه تفاوت کوي ترکاري یې وښه یې فرق نه کوي ډېر دا خو ګورئ دوستان تاسو دا ګورئ دا وره چګنی مې پکې واله دا به دغه تلې خی دا بشقاب کې دا بیروت پرته لدې شي اغه را کاغه ابل ابل قاب او کاسه کرا کدا وړ کې یو دا وره دا دا دغه دوستان دا ا دا بلې به خلې ریکو دې کې کده چې لګ زره غشي غوړ شي دا دا صحیح دا دغه تلې خی دوستان دغه دا 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 تلې خی دا او دا وزخرم نشته پراته لدې چې زلاس سو هم د لری کوم زدا خورمه دا وګور چې راخنه خوري دا غدا اماده اماده یا درې دوا یو چې شو وسه وګوره دا پراته لدې چې ما ول زغل لري کوم دا خورم دا د خپل مال لري کوم کنه دا تخنیک دی وها ما خوند لري کړه او تا لري ما خوند لري کړه دغه دی ونر پرته دې نه چې دا لري کوم دا خرم نو نو ماته دا لري کا چې ما غوړ نه کتل لري کا او باخه کا باخه کا نس جان دا وخره نو اله مال چې دوستان هم دغه خواړه تیار کړي او د خوند وخري یو لږ زرا غشنیس پانی هم به ورسره زیات کړو ځکه چې غشنیس پانی د خوراکي توګه چې تاسو کاروي یو ډیر ښه تام ورکی او همشه وخت خوش وکي چې ګسټیج ز پانه نه تازه را ګټه واخلې ځینې دوستان د تخم د ګشنې زنه لکه مساله په شکل باندې استفاده کوي هغه خو به چې تاسو خپل ګشنې په ځای هغه بیل یو تم نری خدا بیل خو خو به چې تاسو ار ډول خواړه تیار کړئ پام جانه څنګه چیرته نه ساخلم دغه یو شی چې الکام د اسانه په خولې جوړ کا شیر احمد زه فکر کوم چې د غلکان چې دی یو خلک مندې ډیره په اشپزۍ ته نه ورخي او تل چې نه پښتنه وکړي چې ته راولې شي وي هغه په خوالې شو چې هغه خو اسانه کار د غوړي سره کوي وای چې واقع رومیان هم سره په خې کې ساده هم په خې کنه او تقریبا هغه ډیر زیاته تاریخي لري چې تقریبا د شل رقم نه زیاته په خېږي په هر رقم تاسو کولی شئ تیار کی نو ما دوستانه مې ورنګ تیاری خو بیا هم کوشش وکړو چې هغه غلکان مسافر دي یا چیرته زده کړی تعلیم کوي او هغه د ضرورت لري اشپزی ته نو زه دا وایم چې واده وکړي دوی به خپل بیا زده کړي واده چې وکړي نشي زده کول هغه وخت نورم تنبلیږي خزه په زور پیدا کوي نه خزه خو هغه مونږ به خزه زور څوک لري تل لري د
د خز زور څوک نه لري، ځکه خز زور منه لرم. او کنه اول چې خز سر څوک زور وهل نشي اول نور اخري ایا انا بلم پوخ کو یا زه خدا ور لګم هغه ول نه په خیر نه وي خوړه خدا زکه لګل مې د مخ کې تیار کړی دي چې د لګ جنجالي دی او تیدار د آمده کړ نور به په خپرونې کې خیر آمده کو خا خا دې سره خدا د سخاري وړه هم کارول کیږي فعلا دې سره سخاري وړه نشته دي دا به ور سره زیاتو د زین دوستان کولای شي چې دغه وړه چي دي دا په بو کې لږ ځلاندې کې د سخاري سره مکس کیږي ځکه څنګه کولای شي داګې سپین یا زیر دواړه ګټ کی هغه کې هم کولای شي دا هغه په لږ ځل بوي کوي لږ ځل بده بالکل داګې پاتې ځینې کسان چې دي شډو نه ګټ اخلي خو هر سره خپل هغه مایل د لپاره خپل ته مطابق باید مواد ښه خبر د مګور دوستانو ژر برتر ګرځو خبرونه زموږ روان ته تاسو لیدونکو اوسېږي او زموږ مېلمه به هم سره راشي ترند سره به هم خراغ لیساس ته ماخام بخیر یا سرنګ چې ما په لوبري سر کې وایلی چې موږ سره داس یو نیک شخصیت یو ښه شخصیت چې د خلکو لپاره فکر کوي او وایلی و چې موږ شعار نه ورکو موږ عمل کوو په 1998 کال انتخابات کې ګډون کړو د ریاست جمهوریت چې اونشو دوی اونش کول چې رای واخلی یا رای اخیستی و نو شنو دا مورد و هغه وخت کې ډیر خبرې هم پی باندې و چې نن به ورسره خبرې کوو په دې مورد کې هم همداسې د ژوند په نور مواردو کې هم ښاغلی محمد حکیم تورسن صاحب موږ سره په خپرونه کې دی چې نن ماښام زموږ مېلمه دی دوی ته ښه راغلاست عمر ډیر ښه راغلی ستاسو د ماښام پخیر قربان د شما ډیره مننه ژوندی اوسې زه په خپل وار کې سلامونه او خیلې ټول دوستان عزیزان ته او ټول لیدون کتابای ما او خیش جوان غوالم ټول وطن وال ډیر مننه خدای تاسو هم ډیر عمر درکی او خوشحالی دی خدای تاسو درکی دا کوم شعار چې ما ویل موږ شعار نه ورکو موږ عمل کوو دا ساسو شعار په 1998 کال انتخابات کې وو نو په خوښنۍ سره چې تاسو نوښ کول چې کوم څوک چې تاسو ځان کاندید کړو هغه ته ورسیږي د دې انتخابات وروسته تاسو سه بوختیاو درلودلې سه مسؤلیتونه درلودل سه کارونه مو کول خب هم رقمه که خود شما اشاره کردین که از ما واقعا چنین هم بود که ما شعار نداشتیم فقط حمل میکردیم چون مردم ما به شعار زیاد شنیدن و زیاد حرفای برشان گفته شد شعارانه ولی چیز را حملا ندیدن ما میخواستیم که عملا و حالا نن بر هموطنان خود نشان بدیم و به دنیا نشان بدیم که ما را از دیدی چند نفر را که شما خود گماشته نبینید چون سیاست مدارای دنیای چهار نفر را که در طولی 20 سال با سرنوشت کشور و مردم بازی کردن ولی مردم هم دنیا میبینند که رهبرای از اینا لیدرای از اینا بزرگای از اینا که این رقم از چپاولگر و غارتگر و فساد پیشه مردم عادی از این چی خواد بود در حالی که برعکس مردم عادی ما مردم بسیار با وجدان با شرف وطن دوست مردم دوست همگیش آرزو از این را داشتن و دارن تا کشور خود ببرن به طرف ترقی تحول و پیشرفت خب ما میخواستیم که این را ثابت بسازیم که چنین هم هست که در این کشور استعدادها هست ظرفیتها هست توانمندیها هست میتونن کشور از بعضی بحران نجات بدن و در پالوش به ارتباط بخش دوم سوال شما خب یک سیاسی که همیش به خاطر وطن خود می اندیشه و مردم خود می اندیشه دیگه کدام وظیفه خاص ما نداشتیم و ندارم فقط فکر میکنم و یا همیشه یا از طریق رسانه ها و یا ایست که در محافل و مجالس و یا با دوستایی که هستن هواخواهان ما که به ولایات مختلف از طریق از اونا
بر کارهای سیاسی ما ادامه داره بسیار. و بسیار. کار میکنه. دوستان و تورسن سب چه ده په 1330 کال په کابل ولایت کې زیږیدل دی. په کوم په کوم ځای د کابل کې تاسو زیږیدل یاست؟ ما به کوچه عاشقان عرفه. آه 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 آه. بینمی خاطر عاشق وطن تان هستین سب؟ طبعا دیگه. خب من مطمئن هستم تنها من نیستم که وطن ما دوست بله، دارم. بله. همه افغان های ما این وطن دوست دارن. اینایی که مفروشه اینا هم دوست دارن؟ خب ای کاش که اینا اگر وطن خدا حداقل اگر دوست نمی داشت یک احساس می داشت که در این وطن ما به دنیا آمدیم، وطن حیثیت مادر داره، باید به مادر احترام گذاشت. اگر احترام ما میگذاشت ما شاید چنین بدبختی ها نمی بودیم. در سالهایی که در پانتون بودین کدام حزب، کدام شاخه، کدام بخشی از اجتماع بسته بودین؟ خود طبعا دیگه که ما بارها بجارت هم گفتیم و هیچ وقت هم نپنهان کردیم نپنهان میکنم ما عضویت حزب پر افتخار حزب دموکراتیک خلق افغانستان داشتیم که آخرین نامش حزب وطن بوده و برش افتخارم میکنم چون اهداف ما مرام ما خواست ما خدمتگذاری بر مردم افغانستان بوده و این هم به اثبات رسیده در طول 14 سال حکومت که در به دست حزب دموکراتیک خلق افغانستان یا حزب وطن بوده نه رهبرش نه لیدرش نه بزرگش نه وزیرش خانه شخصی امیال هم ندارم اون خانگکای دولتی که دمکرویان ها برشان داده بود بسیار صادقانه و عاشقانه تلاش کردن کار کردن خب مثل که امی لحظه من بر شما هم میگم که فرض مثال همی حکومت فعلی هم ما شما میفهمیم که الحمدلله همش مسلمان است همه گیش صرف مستثنا یک تعدادشون که شک دارم به خاطر از این کنا غاصب است فاسد است مفسد است قاتل است سربازای نازنین ما افسرای نازنین ما الحمدلله همه گیش بچه های همی کشور هستن بر صورتش و مسلمان ببینین امیال طالب ها هم در بیرقشان نوشته است لا اله الا الله محمد رسول الله اونا هم میگه ما جهاد میکنیم اونا هم میگه علیه خارجی ها مبارزه میکنیم چرا بمباردش میکنن؟ چرا اونا رو در پشت میله های زندان مندازن؟ چرا اونا رو توریست میگن؟ فقط یک انگیزه است که میگه هر کسی که علیه حاکمیت ملی و تمامیت ارضی قیام مسلحانه بکنه باید عکس العمل بالمثل برش داده شد خب به او دوران هم ما هم الحمدلله هم ما مسلمان بودیم بچه های زنمی افغانستان بودیم در گوش ما اذان محمدی گفته شده بود و از پدر و مادر عبا و اجداد خود مسلمان بودیم خب ولی اینمی تبلیغات که علیه طالب است که مزدور است یا طالب علیه حکومت میگه که مزدور است و نوکر است و نمیفهمی اینهان خب به او زمان ما را میگفتن که اینا کمونست هستن کافر هستن بیدین هستن خداوند نمیشناسن عیازن بلا عیازن بلا کسی که بگوی خدا نیست چی منفعت آیا ضرر به یگانگی پروردگار میرسه؟ کرگس نی خب ولی در حالتش ای امو جنگ های تبلیغاتی بوده و کشورهایی که امروز حتی به شمول ایالات متحده آمریکا که به حساب همین مجاهدین ایاشا میکده باطه میکده اکمال میداد پول میداد سلام میداد و علیه حاکمیت همون وقت به حساب می جنگیدن خب ولی ما بارها گفتیم او کسایی که به خاطر خدا به خاطر وطن و به خاطر دین مبارزه کرده چون تبلیغات شده بود مردم ما مردم بسیار بیچاره هستن که اینا کافر است خب به هر صورتش کسایی که بازم تاکید میکنن به خاطر خدا به خاطر وطن و به خاطر دین خود مبارزه کردن صادقانه و عاشقانه سر تعظیم خم میکنم کسایی که از نام جهاد از نام مقاومت استفاده کردن هم جهاد مردم افغانستان بدنام ساختن هم مذهب بدنام ساختن لعنت و نفرین در هر موقف مقامی که هستن بی‌شک بدون شک دوستان د مخلو تورسن سه مکسر خبرونه کې شته تورسن سه پاک زړه لري او پاک پاک خبرې کوي زر به تر کړم
درنو دوستانو بیام خراغلی زمو ګران مېلمه خاغله تورسن سه مکسر پخپلون کده تورسن سه پاک پاک خبره کې مخکې ما تاسو ویلې زه اوس نشم کولای تورسن سه سن پختنه وکم کنه وای خنه ده سن پختنه کول زه تورسن سه نه دا پختنه کوم چې سو دورې مولې دلی دي تورسپور دی پچای یا ریاست جمهوری خو باش به ارتباط همې کې میګو گفته کې ما سن شپ پرسون نه مای کنه ما دغه به حساب 66 سال همر دار خانم که بیخی همه تو دل جمع باشه و ما دوره زایرخانه پادشاهی زایرخان جمهوریت داوودخان جمهوری خب از بیایم از رؤسای جمهور از ترکی از حفیظ الله امین از ببرک کارمل از شهید نجیب دیگه از دوره طالب ها و دیگه حکومت فعلی را هم تجربه کرده میره تورسن صاحب کیره دوست دارین در سیاست مدارا والا من نمیفهمم کیره دوست داشته باشه مشکل است این بسیار زیاد مشکل است در سیاست مدارای فعلی یعنی به ندرت دیگه ما یک چرا هم بگویم که یک نفر بر یکی از هتل ها رفته بود خب نا نخورد در سر میز که پیسر میتن و جا آمد و به حساب سر دخل اما مالک هتل گفت چطور بود پلو ما گفت والا ریگه تا نخوردم دقات شگان دانه برنج بود آلم ای کلگی از اینا ریگ از دقات شگر یگان دانه پاک سچه باشه یعنی بسیار کم از دروجه خب مگه باشه مثل شما شاید بیرون باشه دیگه داخل خب طبعا دیگه خب اینطور نیست که در افغانستان نیست چیزی که ما داریم کادر بسیار ورزیده و دلسوز و وطن دوست و وطن پرست و خدا دوست و خدا پرست داریم بسیار زیاد نه مثل از اینا که از نام خدا که اینا رو هم بازم خدا شرمانده شانه همگی شانه من ایران هستم یک تعداد میگن که فرض مثال خداوند شاخ دم نمیته شما قبول بکنین هم اینا شاخ دارن هم دم همی که توهین شنیده میشن تقیف مشناون و همی که نشان میتی بلند منزل از کی است اول خوب پدر و مادر و عبا و اجدادش از گور و گل میبروه باز بعدن میگه از فلانی جانی و از فلانی غاصب فاسد است پس ببینین که امو خودش هم شاخ است و هم دم امو امو راضی او را اگر مام بشنه هم شاق دم میکشم خود طبعا دیگه خب ولی اینا احساس نکردن نه دم به خود تا بال دیدن نه شاخ خود اما تو مانده دقیقا نمی تورسن صاحب اگر انتخابات بعدی بتانین خدا کاندید کنین چی فکر میکنین چقدر رای خود بردین خب ببینین اول ما که بارها گفتیم که من رئیس جمهور افغانستان هستم همیشه از طریق رسانه هم گفتیم که من 100% حتی به می تلویزیون شما هم که گفتن 99.5 گفتم نخیر 99.5 هم نه 100% اول من میگم 100% رئیس جمهور مردم افغانستان هستم به خاطر از اینکه رئیس جمهور دلهای مردم افغانستان بشک همی که در قلب هر هموطن ما جای دارم بر ما همی کافی است گرفتن چوکی چوبی آهنی با پول با پیسه با تخطی با تقلب خب بسیار کار آسان است که مثل غنی گرفت و عبدالله همچنان ولی راه پیدا کردن در دل مردم جا پیدا کردن با میلیارد ها هم خریدن همشون دقیقا ما فعلا هم که بارها گفتیم و مطمئن هستم که بار ثانی خود اگر کاندید بکنم اگر نداره که خداوند عمر نصیب ما آمین. بکنه آمین. که خود کاندید بکنم مطمئنا مردم ما را درک کردن و در پالوش دیگه باز او زمان ها کن قریب خارجی ها هم میبراین مداخلات هم کم میشه و رای ما دقیق حساب ما سبه میشه و اولین کاری که میکنین چی خود بود؟ خب اولین کار را که با کنیم خب ما آرزو داریم که حکومت سل و یا حکومت معقد هر نام را که مگذارین که انشالله و تالا در نشست استانبول این تصمیم گرفته میشه و گرفته شده و باید مردم افغانستان از این حکومت ناکارا نجات پیدا بکنن و بیای یک تیم کاری دیگه که نه کسایی که در طول 20 سال با سرنوشت کشور و مردم بازی کردن نه این موره های سوخته چهره های جدید
با اندیشه جدید، با مفکوره های جدید، با طرح‌ها و برنامه های جدید، با خدمتگذاری در خدمت مردم. خب در این هم سهم خود خود داشته مطمئنن. خب اگر رئیس جمهور نباشم، من پیاده یک دروازه هم باشم که همه حکومت خدمت رسانی بکنه بر مردم خود، بر شفتخار میکنه. خوب گپ، بسیار گپ خوب است. واقعا که مونږ یوځای کې یو عادي کارګر هم اوسېږو، ول خلکو ته مو خدمت ورسېږي، دا ډېر لویه خبر ده. نگفتین که کیره خوش دارین د بین سیاست مدارا؟ خب ما خوش شنه میگین، بعدش بگوین که بعدتون میه. خب در مجموع کلگش کدامش ما بگویم؟ اگر آقای غنی را بگویم، آقای کرزه را بگویم، عبدالله را بگویم، خیرالله، کچکالله، شیرالله، همه گیش بده میاد. از سابقه ها گیره دوست دارین کسا که گذشته؟ خب از سابقه ها، خب زایرخان هم آدم شریف خوب بود، حداقل اگر کار نکردم بازم که اشتباهات داشت، خب ولی اگه آرامش بود مردم ما در آرامی زندگی میکرد. سردار محمد داود خانم یعنی خواست که کشور، و اولین کس هم بود که به حساب دنیا و بر مردم افغانستان به تجربه رسان که اگر شما خواسته باشین، چون پادشاه هم اون وقت میگفتن سایه خدا، اگر شما خواسته باشین خب این پادشاه هم از بین برده میتونه. ای خود از این یک بنیاد گذار بود که اولین رئیس جمهور افغانستان، آدم خوبم بود. خب در مجموع دیگه رهبرا و لیدرا هم هر کدامشان مطابق توان خود کارهایی را انجام دادن. اگر ترکیسی بود، اگر افیزلای امین بود، اگر گرچه هر کسی که بعدشان هم میگن بگذار، و اگر ببرک کارمل بود، و آخرین کسی که قربانی هم داد و زیاد تلاش کرد، شهید نجیب بود که سخت من دوستشم داشتم و خداوند روش با تمام مردای اسلام و گذشتگان عبا و اجداد ما شاد داشته باشه. کسی بود که من چون نزدیکش بودم، در کنارش بودم، میفهمیدم که چقدر اینا، یعنی دیده بودین دکتر؟ نه تنها که دیده بودم، و پنج سال در این مورد تورسن صاحب از شما میشنیم. دماغ خود دوستان رو جبر تاگرز تورسن صاحب مکسر بیان پخبرون کشتن. دوستانو بیم خرقلی، ماښام بخیر. حکیم تورسن صاحب موږ سره په خپرونې کې مېلمه دی. دا اوس په دمه کې تورسن صاحب ما سره وویل چې دوی 15 کاله د ډاکټر صاحب نجیب الله د حکومت نظامي معاونیت په غاړه درلوده. د ډاکټر صاحب نجیب پاک لکه موږ ته ووایي یو څه. ببینید ډاکټر صاحب نجیب واقعا انسان بسیار شریف و خوب، واقعا یک مسلمان بود. ای که یک تعداد تبلیغات داره که من در ابتدا هم گفتم او تبلیغات هست، مثل که نمی لحظه طالب ها را بمبارد میکنن و در پشت میله های زندان منداختن. خب امی کسایی که سرباز هم میکشتن، خب با مو دوره هم این مشکلاتی که امروز است، با مو دوران هم مکتب هم میسختندن، پل پل چک و ایران میکردن که به حساب امیر رحیم وردک یک مدت وزیر دفاع از این کشور هم بود، اولین کسی بود که تعداد به حساب امیر پلچک پرانی را گذاشته بود و حتی بند برق میخواست، بند برق سربی را انفجار بده. خب ولی در حالتش خب طبیعی است که اونمو کسایی که ترور میکرد دهشت میآفرینند و میکشتن، خب که گرفتار میشدن طبیعی که در پشت میله زندان باید میفتاد. بله باید دیگه، او ترخو نمیشد که او با مرمی فایر میکرد، ما دسته های گل میبرده. من کاش که قدر دسته های گل هم به مو وقت و زمان دانسته میشد، چون دکتر نجیب مش مساله ملی را اعلان کرد. اگر استقبال میشد خب او زمان استقبال میشد. شاید شما
جوانا بیاد نداشته باشند ولی از طریق شبکه های اجتماعی دیدن که ما میگفتیم بیاین که به حساب همی حکومت از شما بیاین ولی همی نظام از بین نبرین و قوای مسلح تان که قوای مسلح پر افتخار است و در سطح منطقه به نظیر اسیر از بین نبرین بین رئیس جمهور مشنران پیش ما نامدن رفتن به روسیه با مو شوروی که میگفتن اینا غلامای شوروی خود از اونام رفتن اونجا که به حساب حکومت بر ما بتن او برادر بخوین ما براتون مید بر صورتش دیگه نجیب آدم وطن دوست بود وطن خود دوست داشت مردم خود دوست داشت میخواست خدمت بکنه میخواست که یک تاریخ بگذاره و به حساب صلح را شایدش باشه ببینه و مردم افغانستان یک نفس آرام بکشه و از تمام نمی امکانات ها استفاده شود تا بریم به طرف ترقی و تعاون همدیگر پذیر باشیم و همدیگر بپذیر این یک شخصیت خوبه بود به شک خوشی خود در چی میبینین تورسن صاحب؟ خوشی خود ما در خوشی مردم ما شما قبول بکنه نیرد شاید هر هموطن ما که مرا میبینن چون ما رقمی که صحبت میکنم همه گیش رک و راست است هیچ دروغ و اصطلاح یا میانه بگویم دروغ درم یاد ندارم هر قدر که مردمم خوش باشه لذت شما میبرم همی که طفلکا یک لبخند بزنه و هر طفل را میبینم که خدا زمانی که پدرش می به طرف خانه با یک لبخند با یک قوت با یک خوشحالی میبینه که دیگه پدرش می سخت از میبرم و خداوند به نیاز بکنه که در کشور ما صلح به آرامش به سعادت به خوشبختی به تا همگی ما خیر است نان از این گندنه بخوریم ولی خاطر آرام داشته باشیم در آرامش زندگی بکنیم هم دیگر پذیر باشیم و هم دیگر قبول بکنیم و از این نفاق و شقاق بگذاریم مسائل ملیت و قوم و زبان کنار بگذاریم چون افغانستان یک باغ نهایت زیبا است هر حدبای از این کشور هر ملیت و مذهب قوم از این کشور مانند یک گل است که در این باغ رویده با یک رنگ مرغوب با یک بوی مرغوب با یک رنگ زیبا به شک تورسن با موسیقی چطور است؟ موسیقی را زیاد خوش دارم کی را خوش دارم؟ کی را مشتم؟ والا در مجموع چون ما آدم قدیمی هستم در مجموع برای هنرمندای فعلی هم مشنم همگیشان هر کدامشان به نوبه خود به حساب مطابق به ما علاقه مندای خود میخوانن علاقه مندای خودت دارن و هیچ هنرمندم نمیتانه که به حساب از بخشای مختلف علاقمند خودت داشته باشه اون کسی که معلی میخونه همو کسایی که معلی میشنوه اونا علاقمندش هست کسایی که غزل میشنوه و میسرایه و میخونه همو غزل که شنونده های غزل او را دوست داره و از کلاسیک هر کدام خب من هم دیگه موسیقی غزل از زیاد خوش دارم بسیار خوب کی را میشنوین در غزل؟ خب ما در مجموع دیگه از استاد سراهنگ از استاد رحیم بخش از زلان از ناشناس خب در مجموع از آنمو هنرمندای سابقه را و در پالوش از احمد زاهر احمد ولی و زاهر و ویدا و در مجموع همگیشان نام خدا تورسن صاحب آرزوی چی از به وطن به مردم خب یگانه خواست آرزوی مهمی است که در کشور ما صلح باشه، ثبات باشه، آرامش، سعادت، خوشبختی باشه و هم ما دست به دست هم بتیم فریب هیچ کس را نخوریم نه از رهبر، نه از لیدر و نه از کشورها را که ما را تقسیم بکنن به نامهای مختلف، به نام ملیت و مذهب و این هیچ کس هم نمیتونه تقسیم هم بکنه شما قبول بکنین که حال همه خون شریک شدن اینه من صدای مرا هم در و همسایم شاید از طریق رسانه شما بشنون و ببینن و هم خیش قومم هم تعداد هم وطنان ما که نهایت نزدیک هستن با من میفهمن که فرض مثال همیال دو همشیره من پیش پشتون است
چهار دختر کاکای ما در پکتیا و پکتیکا به شوهر هستند و در پالوش در قوم خود شویه هم داریم که میشنوند با قلاچه زندگی دارن که بسیار نزدیکای ما است، یا خوارزادای ما را گرفته یا بیادرزاد از نورستانی. پس وقتی که اینه ما خودم هم شخصا نزبا و اجداد از امی کابل بودیم و از امی کابل هستم و به حساب تاجک، ولی اصلا امی جمله نادرست است که ای که با زبان پشتو صحبت میکنیم، ترکمنی و ازبکی، فرض مثال نورستانی و بلوچی و دری و هزارگی، این جای جدا است. ولی هم ما بازم تاکید میکنم گل از امی باغ یک کشور و یک باغ هستیم. دیگه آرزوی معمی است که درک بکنیم یکی دیگه، خدا دست به دست هم بتیم بریم کشورک خدا آباد بکنیم بشه. بریم به طرف ترقی و تحول و پیشرفت و تا هم آرام باشیم. اگر کسی بگویه که بر من نشان بتن کجاست پشتونه که در سر تا سر افغانستان بر من نشان بتن پشتونه که از او یکی از اعضای فامیل خود دست نداده باشه، تاجک، از هزاره، از ترکمن، نورستانی، ازبک، همگی ایجا آسیب دیده و کشته شده و زخمی شده و معیوب شده و معلول شده بناهن. پس وقتی که اگر هاته شولور میشن نه تاجک و نه پشتون میبینه بناهن، ما باید هم ما هم دل و هم دگر پدیشه. بشک بشک، بدون شک این موضوع را باید جدی بگیریم، در ذهن ما باشه. تورسن صاحب در آشپزی چطور هستید؟ قربان شما. شیر احمد آشپزی کرده بر ما شما. والله خیر. شما چطور هستید در آشپزی؟ من متاسفانه آشپزی را یاد ندارم. خب. چون دیگه خداوند ببخشه خانم مرا. آمین. دیگه و که اگر خوردم بودیم خداوند ببخشه مادر ما، همگیشان نازدانه ما را تربیه کردن، دیگه هیچ نگذاشتن که ما خود ما یک چیز را پخته کنیم. ولی یاد دارم که تخم پخته کنم، این امیره و چای هم جوش بود، خوردنش خوب یاد خوب از خوب. امروز هم شیر احمد نازتان داده سب، بفرمایید. قربان شما، امیدوارستم خوشتان به شیر محمد جانم. نوشی جان سب، نوشی. ما یک بار دیگه هم دستپخت را خورده بودم شیر محمد جان. آها. واقعا خوشمزه. خب من بازم میگم نه که دل شیر محمد خوشه، ولی واقعا خوشمزه. واقعا. بیننده ها واقعا خوشمزه بوده که. بیشکر. دیر من نکم سب دیده چه پران ترقلی. دیر من نه. نه نه. دیر خرقلی. دیر خرقلی. خدای تورسن سب تا دیر عمر بار کی. خدای دوی خوشبخت لری، خدای دی. دوی تا یو چوکی هم په نصیب کې چې له خیر سره دوی کار هم وکړو. ډېره مننه. موږ د ماښام لوژ بیرته راګرځو، دوستانو له موږ سره بیا هم پاتې شي. نو دوستانو بیا هم خراغلی ساسو دی ماښام بخیری او زی لمنده ما چی کلی ورز مطیر کردی وی او دا خپرونې مطور دیده من لیده لیوی ما سرم داست خپرونې که زموگران رور انصارلا برهان مېلمه ده دوی تا خراغلاس و دیر خراغلی ماښام بخیر. سلامت باشین، به نام خداوند جان خرد سلام عرض ادب خدمت شما، خدمت بیننده های عزیز. خوش هستم که در کنار شما هستم. بسیار خوش آمدین. گران رور برهان چه ده؟ ام شاعر دم لیکوال او ډېر ښکلي ښکلي شعرونه یې لیکلي. ما سره دلته شعرونه یې هم وو چې هوښیاري نه وکړه چې یو مې داسې یو لوست سوی او تاسو ته مو ویلی وای. خو په هر صورت د برهان صاحب څخه به وور برهان صاحب برای ما بوګین که چقدر وخت میشه که شما مینویسین؟ ما پامیری عزیز 7 سال بهار زندگانی خدا وقف سرودن و نوشتن شعر کردیم، یعنی و شعر گفتن ما از یک حسودی آغاز گردید که در یکی از روزها خواهر کوچکم که یک ربایی برای چشم سرودن و از همانجا بود که عشق شعر در وجودم ظاهر شد و مرا وادار به ای که تا شعر بگویم.
و با وجود که دقیق از وزن و قافیه آگاهی نداشتم، مگر باز هم شعر می گفتم و بالاخره امی عشق شعر در وجودم جا گرفت که تا کنون هم شعر میگم و خوشبختانه چهار کتاب به اتمام رساندیم. نام خدا. برای ما بگوین که چند کتاب خواندین در مورد شعر؟ در مورد شعر کتاب ها زیاد خواندیم، کتاب مولانا، حافظ که بیشتر وقت از حافظ می خوانم و همه قسم از شاعرهای دیگه، از شاعرهای بزرگوار، از شاعرهایی که تازه نشته می کنن و دوست دارم همیشه هم شعر بخوانم و هم شعر بنویسم. تا حالا دقیق نشدین که چند کتاب خوندین؟ دقیق نه، چون دقیق نمیشه. بعض وقت شاید کتاب به نیم رها کرده باشیم یا مکمل نه، یا در صفحات مجازی بعض شعرها را، اما همش یک الهام آفرین است و بیشتر شعرهای حافظ، حافظ شیرازی که همش یک الهام آفرین است و دقیق نیست که تا چگونه کتاب خواندیم یا چقدر کتاب خواندیم. مثلا یک کس که میخواد کتاب بخونه، شیر احمد میخواد کتاب بخونه، کدام را برش مناسب میبینی؟ یعنی کدام را برش آسان است که شروع کنه؟ یعنی میخواد یک شعر بگه. ما در قدم اولی را میخواهیم بگویم شعر گفتن یک الهام خداوندی است که در وجود شاید هر فرد نباشه و بعضی کسا از بی‌سواد است. شاید شما آگاهی داشته باشین بعضی کسا از بی‌سواد است، مگر شعرهای می بسیار بالا و بعضی کسا ماستری در ادبیات دارن، شاید بالاتر از دکترا باشن، مگر عاجز هستند که شعر بگویند. و یک الهام خداوندی است که در یک احساس خداوندی است که در وجود هر شخص نمی باشه و کسایی که می باشن کوشش میکنن برشته تحریر در بیارن و به خدمت جامعه. یکی خوش شعر سرودن است یا نوشتن است، یکی است که کتاب خواندن. بله. کی بسیار مهم است. بله. بر فرد جامعه مهم است. مثلا در تمام نقاط دنیا اینمی مسئله است که یک کسی که صبح میخیزه اخبار میخوانه، اگر دیگه چیز نبود پشت خانهشون اخبار است میخوانه اخبار. مثلا بعضی کسا در افغانستان بسیار کم هستند، در بیرون از افغانستان بسیار زیاد هستند که وقت تفریح خوده یا وقتی که اضافی میباشه پیششان او را به خواندن مصروف میکنن. بله. شما میخوانید کدام طریقه را به شیر احمد یا با من مشوره میتین که ما از اونو طریقه خوب کتاب خوانده بتانیم؟ کدام راه آسان است؟ همین راهی که شعرهای غزل بخوانن یا که شعرهای حافظ بیشتر، چون ما خود ما از مرحله صفر شروع کردیم با استاد و با اینا، اونا به ما این مشوره را دادن شعرهای مولانا را مطالعه کنیم، شعرهای حافظه و اینا خودشان میشه وقت ما شعرها را در حافظه نگهداری کنیم و یاد بگیریم، اینا خودش میشه به گلهام، یک گلهام تبدیل میشه و میتونن که از بعضی کسا شعر بگوین. اگر بر شاعرها بیشتر خوبتر است که کسایی که تازه در شاعری قدم ماندن شعرهای بزرگوارا را مطالعه کنن و اونم یک گلهام آفرین. یک شعر شما را اگه بشنویم؟ چرا نه، حتما. بسیار کارنیک میشه، بفرمایید سر. یک شعر بر برهان سب سخواورو او زیلمندم چه ساسم دا شیر خوښ کوي چې زم تاسو ته شیر وایم. چون برنامه شاید وقتش کم باشه، من خواهم یک شعر مطرب که یعنی از یک شادی بحث میکنه، می خواهم اون شعر بگم. بسیار خوب، بفرمایید. غم و یاد وطن ما بسیار زیاد است و من گفتن به اون شعر هم همش درباره وطن، درباره یعنی در مجموع هم همش بر عشق است. درست. ایران می خواهم با اجازه. بخوان مطرب طرب و تاپه در دلها بیاور، گر توانی خنده عشق بر لبها بیاور، درون سینه ندای است پر ز عشق و عشاق، گر بخواهی گویم یک جرعه در مینا بیاور، بس بخوردم شراب ندارم هوای مستی، گر توانی آب ز چشمه و لب دریا بیاور، بخوان مطرب ساز و آواز نوای دل بنواز، گر بخواهی دل برقصد غزل از مولانا بیاور، ندای نای تو همه نوازد نای خسته دلان، مراد دل همین است چند بیت از جفا بیاور، خواهدم رقص کنان آیم در این بزم ز کام خود، مگر چند ندای زیبا بیاور، گر بپرسی ز من، گر بپرسی ز من ز چی رو ده مستی در این بزم، چون ندانی مستی عشق فرزانه و دانا بیاور، خراب هستیم زمستیم جورج دند دلان، چو هویدا کنی دلم را ز سنگ و خارا بیاور، چو فتاده ام در این غربت، چو فتاده ام در این غربت سرا، غریبم مگو
شاهی ارزش ندارد، خبر از دلبر را آنا بیاور. مدتی هست قصه گویم گریه کنان با گلستان، چوبینی اشکم نسیم صبح دیده با گلها بیاور. بره ساقی می باقی در قدح و جام ما، مستانم بکن شرابدار، میکده در تماشا بیاور. در این بزم و خرابات تا خمر بخوردم خرابم کرد، شفای درد خواهم چند عاشقانه خدا بیاور. چودانی حکایت عشق مرا ز دلبل بشنو، ای بلبل خبر از سنگ و چوب و صحرا بیاور. ای مطرب بیاور ناز بیاور، شور و آواز بیاور، انصار نصار ز کامد بازا هوای دلارا بیاور. تشکر از شما. بسیار خوب. شعرهایتان هم طالب کسی دیده، کسی نظر داده در موردش؟ جان ما بیشتر وقت قسم کتاب اول چاپ کردم و بسیار مورد پسند همه قرار گرفت. همه قسم یک تقدیرنامه از وزارت اطلاعات و فرهنگ جمهوری اسلامی افغانستان دریافت کردم خوشبختانه، که نام کتابم در مسیر عشق است. همه قسم بسیار مورد پسند دوستا و علاقمندا و در بعض صفحه مجازی که ما شریک میسازیم بسیار دوستا تاکید میکنن و خوش میکنن. و همه قسم بیشتر وقت در صفحات مجازی نمیخوام، چون شعری که تازه باشه در صفحات مجازی نمیگذارم، به این دلیل که یا شعر دزیده نشه یا کدام کسی دیگه. و او شعرها را من سلامت باشه دیرم من شعرها خب، و من او شعرها را میگذارم تا کتاب چاپ شه. همه قسم که چهار کتاب فعلا دارم و در امین نزدیکا شاید دو روز بعد یا چهار روز بعد کتاب تازه به نام راه نافرجام چاپ شده که مکملش غزل است. و همه قسم بسیار دوستا تشویق میکنن. کی زیاد تشویقتان میکنن؟ بیشتر بر فعلا خانواده تشویق میکنن و دوستان. و همه قسم در سطح پنتون استازا محصلین همگی بسیار تشویق میکنن. بسیار کار نکرد، بسیار خوب است، موفق باشین انشالله. ممنونتان. و امیدوارم سمی رایتان همه تو پربار باشه، سلامت باشه، موفقیت نصیبتان. شیر احمد براتون یک چیز خوب آماده کرده. نامش چیه شیر احمد؟ جرمن رول. جرمن رول. اوکی. دستشان درد نکنه. بفرمایید. بفرمایید. سلامت باشه. دمی صبح میگم صبح دمی جرمن رول که در بیرون است؟ بله. او قمزه نیست. بله. هی؟ شما لشجان کردین ببینین. نه، ای بسیار خوب است، من پیشتر خوردم. مرا بسیار خوش اومد، امیدوارم شما هم خوشتون بیاد. تشکر از شرما جان، بسیار مزه‌دار. خوبش است؟ ممنونم، بسیار. بسیار گپنی. شرما در دیر من د گران برهان څخه منکو. سلامات او بری علی دیو سی. دیر من نه. دیر من. دیر خرغلی. دران دوستان نو لتاز نه هم نړی من دل دی چنن ما خامو سر بخبرونه کی وای تربیه خې چاره خو وخت. الله مل شخشپا. دی خو.